سرخط مهمترین خبرها. این بار ولایت بامیان مکمل مسلح شده است. خان محمد اسیر یک تن از محافظین دیگ مرغنی ترور شد و حکومت فهرست نامهای اعضای شورای دولت را آماده کرده است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. پس از روزها ریزنی درباره چگونگی ترکیب شورای عالی دولت، سرانجام حکومت یک فهرست را تهیه کرده است که در آن نامهای 18 تن به عنوان اعضای شورای عالی دولت دیده می شود. بر بنیاد اطلاعات رسیده به تولونیوس، 14 مرد و 4 زن اعضای شورای دولت هستند. در این فهرست نامهای رئی جمهورغنی، امرالله صالح، سروردانش، عبدالله عبدالله، حامده کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، میررحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسین صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی به چشم میخورند. شمار از سیاستگران با ترکیب ترتیب شده موافق نیستند. سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب همبستگی ملی افغانستان، در این باره گفت: چهره هایی که در همین 20 سال در همین چرخ بودند و هیچ تغییر نمی کند همین ها هستند و من فکر نمی کنم که هیچ ابتکار نوی را این چهره ها داشته باشند که حکومت سر پای خود استاد شود. اما برخی سیاستگران از جمله گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی و مرشد دوستم ملاحظات در این باره دارند. در پیوند با این ملاحظات، حامد کرزی امروز با گلبدین حکمتیار دیدار کرد. اما دفتر آقای حکمتیار میگوید که هنوز هم مخالف یک شورای کلانتر از 8 نفر تا 10 نفر است. بابر فرهمن، معاون شورای مصالحه ملی، بیان داشت: اگر شورای دولت که قرار است آغاز به کار بکند تصمیم گیری نباشد، صلاحیت تصمیم گیری نداشته باشد و تنها رهبران به عنوان یک سمبول در آنجا حضور داشته باشند، نه تنها مارشال صاحب، هیچ کس از رهبران حاضر نخواهد بود که برای ایجاد آغاز به کار و اشتراک در آن حاضر شوند. به نقل از صفحه رسمی جنبش ملی اسلامی افغانستان، ولایت بامیان. اعضای با افتخار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولایت بامیان تای همایش مردمی حمایتشان را از موقف گیری ها و سیاست جلالت ماب محترم الحاج مارشال دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، و از خواسته های مشروع مردم ولایت فاریاب نسبت بر رد و عدم معرفی ولی این ولایت اعلام نمودند. همچنان سلیم پویا در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: خیال محمد اسیر، یکی از محافظین رئی جمهورغنی، بعد از ظهر امروز در ساحه دیوان بیگی از مربوطات نایب پنجم شهر کابل از سوی تفنگداران ناشناس ترور گردید. هشتمین روز تظاهرات در فاریاب، معترضان از داود لغمانی خواستند این ولایت را ترک کند. تظاهرات باشندگان ولایت فاریاب علیه ولی جدید این ولایت وارد هشتمین روز خود شد. معترضان روز شنبه 1 جوزا در هشتمین روز این تظاهرات با پوشیدن کفن در برابر لوای اول قلوردوی 209 شاهین که دفتر کاری محمد داود لغمانی است تجمع کردند. آنها از داود لغمانی خواستند که فاریاب را ترک کند. محمد زایر، عضو شورای عالی جوانان و از خبرنگاران محلی فاریاب، در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که تظاهرات روز شنبه گسترده تر بود و معترضان برای اولین بار در درب لوای اول قلوردوی 209 شاهین تجمع کرده بودند. با گفته او، معترضان هشدار دادند که اگر ولی جدید فاریاب شهر میمنه را ترک نکند، مسئولیت رفتارهای خارج از تظاهرات مسلط‌آمیز و درگیری با لوای ارتش به دوش حکومت خواهد بود. طبق معلومات، اطراف مقر ولایت فاریاب در کنترل معترضان است و خیمه یکی برای زنان و دیگر برای مردان برپا شده است. در همین حال، احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش بر ریاست مارشال دوستم، میگوید که هیچ گونه مذاکرات درباره حل مسئله فاریاب صورت نگرفته است. به گفته او، مردم در ولایت های دیگر نیز برای برپای تظاهرات آمادگی میگیرند و در صورت که حکومت به خواست معترضان رسیدگی نکند، مسئولیت اقدامات بعدی به دوش حکومت خواهد بود. تظاهرات در مخالفت با معرفی ولی جدید فاریاب در شهر میمنه پس از اعلام برنامه معرفی محمد داود لغمانی که در سیوم سر به این سمت گماشته شد شکل گرفت. پیش از آن نیز تظاهرات در دست کم 4 ولایت شمال و شمال شرقی کشور برگزار شده بود. قرار بود محمد داود لغمانی در 25 ماه سر معرفی شود، اما با
دو روز تأخیر در لوای اول قرود 209 شاهین در شهر میمنه به کارش آغاز کرد. رئیس پیشین سیای طالبان هر آنچه که می خواستن از مذاکرات به دست آوردن. رئیس پیشین سازمان استخبارات امریکا می گوید طالبان هر آنچه را که می خواستن از مذاکرات به دست آوردن، از جمله آزادی رهبران و جنگجویانشان و خروجی نیروهای خارجی از افغانستان. و گفته او طالبان اکنون تمایل به توافق سیاسی که منجر به تقسیم قدرت شود ندارند. او امروز شنبه 1 جوزا در گفتگو با صدای امریکا گفته است که طالبان تمایل به توافق معنادار قابل تایید و پایداری که منجر به نوع تقسیم قدرت و حل دیپلماتیک شود ندارند. این جنرال بازنشسته امریکایی در مورد بروز جنگ داخلی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی نیز هشدار داده است. او افزوده است که با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری تبدیل شدن افغانستان به لانه‌های تروریسم و افرادگرایی، احتمال برگشت جنگ‌های زیاد است. روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می آغاز شد و قرار است این روند تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل شود. به تازگی فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که از زمان تصمیم‌گیری جو بایدن برای خروج نظامیان آمریکایی تا اکنون بین 13 تا 20% این نیروها از افغانستان خارج شدند. رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت که تا اکنون معادل 115 محوله هواپیمای سی-17 از افغانستان خارج شده است. پس از اعلام تصمیم جو بایدن، حملات طالبان به شدت افزایش یافته است. طی هفته‌های اخیر 3 ولسوالی به دست این گروه افتاده است. از جانب دیگر مذاکرات صلح تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشته است. اشرف غنی، قهرمانی یا قربانی؟ خبرگزاری افاق. روند سال روز به روز تضعیف می شود. این واقعیت است که نشانگر آن کاملا مشهود است و توقف روند گفتگوهای قطر و تعلیق نشست سرنوشت‌ساز استانبول تنها یکی از نشانه هایی است. افزون بر اینها تجدید خشونت های مرگبار بلا فاصله پس از پایان تنفس سه روزه در ایام عید از دیگر علائم است که نشان میدهد صلح پیش از هر زمانی دیگری دست نیافتنی است. در این میان دو طرف درگیر در کنار تقابل خونین میدانی بر ضد تبلیغاتی غیر سازنده علیه همدیگر نیز دامن میزنند. با توجه به این شرایط و با در نظر داشت موازی و ابراز نظرهای اشرف غنی، چشم انداز آینده سیاسی او پیش از پیش پیچیده تر می شود. اشرف غنی رئیس جمهوری میگوید که گروه طالبان باید بپذیرد که سیستم آینده افغانستان بر اساس انتخابات شکل میگیرد و در صورت بروز جنگ در افغانستان مردم و نیروهای امنیتی را رها نمیکند و حاضر است برای افغانستان بمیرد. رئیس جمهوری در گفتگوی اختصاصی با شبکه بی بی سی آمریکا گفته است اگر جنگ باشد من فرمانده کل قوا هستم، من قوم خود را رها نخواهم کرد، من نیروهایم را رها نمیکنم.